ختم سومین دور تورنمنت فوتسال ولایت میدانوردک. سومین دور تورنمنت فوتسال ولایت میدانوردک روز جمعه مورخ 25 جوزا 1403 با دیدار 4 تیم موفقانه به پایان رسید. تورنمنت فوتسال ولایت میدانوردک که در طول دو سال بدین سو با ابتکار و تلاش های اساتید و مسئولان ورزشی این ولایت در کابل برگزار می گردد، امسال نیز با اشتراک 24 تیم از سراسر ولایت به رقابت پرداختند که در پایان تیم های قدرتمندی عقابان دایمرداد و منتخب دایمرداد در یک رویارویی تماشایی برای کسب مقام قهرمانی و مسافه هم رفتند که در پایان تیم منتخب دایمرداد به عنوان قهرمان این دوره و تیم عقابان دایمرداد عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص دادند. تیم راموز به مقام سوم دست یافت و تیم قلخش با بازی ها و رفتارهای جانمردانه ورزشی به عنوان تیم اخلاق مسابقات معرفی گردید. نعمت امیری از تیم منتخب دایمرداد به عنوان بهترین بازیکن، حامد محمدی از تیم عقابان دایمرداد به عنوان آقای گل، رحمت الله عالمی از تیم منتخب دایمرداد به عنوان بهترین دروازه‌بان و علیشیر از تیم راموز به عنوان پدیده مسابقات معرفی گردیدند. مسئولین برگزاری این دور تورنمنت در گفته‌هایشان به رسانه بهسود از برگزاری بیشتر چنین برنامه‌ها استقبال نموده است. طاهره سعادت، رسانه بهسود. خب بالاخره دوستان و عزیز دل، جذابیت برنامه اینجا بود که خوشبختانه تیم منتخب دایمرداد مقام قهرمانی را زان خود کرد و ما امروز هم در کنار حامی و سرمربی تیم فوتسال منتخب دایمرداد هستیم، حاجی صاحب رازق حیاتی، کسی که در رسانه بیسود خیلی همکاری داشته و خیلی همکاری کرده. حدوداً مدت 8 ماه دفتر رایگان برای ما داده بود. ما واقعا از حاجی صاحب قلبا تشکر می‌کنم که در حقیقت همیشه حاجی صاحب رازق حیاتی کسی بوده که در تمام بخش‌ها یک دست خیر داشته و همکاری کرده. حاجی صاحب سلام و درود. سلام خدمت شما، بخیر، تشکر، سلامت باشید. چطور بود؟ بخیر شد؟ خیلی زیاد بنظر والا واقعا نگم نفسگیر بود، بازی خیلی اساس نفسگیر از مرحله دوره ما دم بخیر داشتیم، ما در فاینال با امید خدا بچه‌هام با حمایت دوستا، با تشویق‌های دوستا، با تیمای شما رسانه‌های عزیز بخصوص تصویر جان که واقعا زحمت کشیدی پشتیبان از این تورنمنتی فوتسال ولایت میدانوردک کردی، واقعا تشکر نکنم که یا انعکاس میدین، چون همی مربی‌ها و سرتیم‌ها و بازیکن تشویق شد تا رشد بیشتر در ولایت میدانوردک فوتسال داشته باشیم. دقیقاً ما واقعا خیلی خوش هستیم که خوشبختانه سومین دور تورنمنت فوتسال میدانوردک به خوبی و خوشی سپری شد. آشیب درباره تیمیتون بگید، چقدر زحمت کشیدید، چقدر سختی و مشکلات میخواید؟ والا واقعا دوستایی که مثال در تیم مثال که متخصص مفهمه درد من که چی زحمت هایی دارد، بله، چی خونجگری هایی دارد. ما این سال دوم ساله که مثال که تیمی که داریم این که صداقت داریم داد، چون اولی تورنمنت که در سطح کابل گفتم میتونم پولیسوالی دایمر داد مثال به تورنمنت قومی باز دادیم روش کردم، هر قوم و هر ولایت ها مثال که بر پولیسوالی ها تورنمنت قومی داشتن، همی بود که باعث شد بایش جای افتخار است که فوتسال افغانستان در جام جهانی صعود کرد. بله. در عمر افغانستان اولین دفعه که فوتسال افغانستان مثلا که صعود می‌کرد جام جهانی. بله. جای افتخار واقعا، جای افتخار است. امی زمانی که تیم فوتسال افغانستان در جام جهانی رو یافت، چقدر تأثیر شی روی فوتسال افغانستان داشته، روی جام جهانی که در ایسا هست؟ واقعا قومای راموز واقعا تیمی قهرمان شدن، دعوت کردن، امید قمر یک از بازیکنهای خوب تیم ملی که در جام جهانی اشتراک داشتن که صعود کردن آمدن دعوت کردن. واقعا بازیکنهای کنجا بود، بعد از که ما با بازیکنهای خود مثال یک جلسه داشتیم حرف زدیم از تیم ملی، از امید قمری یا بازیکنهایی که تیم خانشان دیران بودن، واقعا بسیار راه گرفتن، بسیار راه گرفتن، واقعا 100% تاثیر گذار. تشکر. تو اشت بیشتر صحبت نمیدیم بخاطر که تو مصروف هستی، به عنوان آخر پیام قبل جوان بوده. واقعا پیام به جوان است که رو بیاریم به ورزش، ورزش یگانه یگانه با قله‌های بلند یاری‌های ورشی می‌رسند. تشکر. ما یک پیام دیگه، ما از قومنا دوستای ما شاهد بودیم که سیدید میکشید، نسوار میکشید. تو باور کن 10 سال پیش آلی بهترین بازیکن شد، ما نامش نام بود بهترین بازیکن، به خاطر تشویق، به خاطر تشویق تیم ملی، به خاطر این تشویق ها بوده که آلی بهترین بازیکن شد. چقدر خوب که ما شاهد هستیم که همه نفر میتونیم بازی بکنیم. چقدر با تشکر شما، واقعا تشکر شما که ما دیگه نکاس دادین،
این اینکار دادن شما این رسانه ها واقعا باعث میشه تشویق شه. تشکر از شما هم جان به شما تشکر. خب دوستان عزیز دل، به خاطر که برنامه تمام شده در مرحله رسیدیم که کپوی قهرمانی برای شما رسانده میشه و برای زینا داده میشه. ان شاء الله منتظر ادامه گزارش از ما باشه. خوب دوستان و عزیزان بیننده رسانه بیسود، تشکر بیننده رسانه بیسود هستید. ما در کنار محمد نژاد، محمد سجاد نژادی، یکی از فرهنگی‌های بزرگ ولایت میدان وردگ هست که واقعا شاید شما خیلی داخل از برنامه‌های فرهنگی دیدید و می‌بینید، یک فعال فرهنگی خوبی هست. آقای نژادی خسته نباشید، فکر کنم یکی از مسئول فرهنگی این دور تورنمنت بودن. آقای نژادی ان شاء الله که نژادی ان شاء الله خسته نباشید. سلامت باشید نثار عزیز، بسیار زیاد تشکر. چطور هستی؟ خسته شدی زیاد یا نه؟ سلامت باشید نثار صاحب، بسیار زیاد تشکر. اول بسیار زیاد تشکر از اینکه در دعوت قوم و دوستان لبای گفتین، افتخار بخشیدین امروز با آمدنتان در این برنامه. دیگه خامخا برنامه است، خستگی های خود داره، ولی در کنارش تمام خستگی ها خلاص میشه به مو لحظه ای که تورنمنت به موفقانه به اتمام رساندیم، کپا را دادیم، بازیکن ها را تشویق کردیم، دیگه تمام طعم خستگی فقط با مو لحظه خلاص شد و رفت. خب به عنوان حرف آخر، به خاطر فرصتم کم است دوستان، اشارم به عنوان حرف آخر شما برای دیگران و دوستایی که علاقمند به ورزش هستن چی هست؟ حرف آخر همیه که همیشه دوستا جوانا مخصوصا ورزشکارا را حمایت کنن، مخصوصا در این شرایط که نابسامان و خیلی از جوانای ما به برنامه است و اصلا برنامه خاصی نداره. میتونیم با برگزاری تورنمنت های ورزشی که نمونش مسئولین تو ولایت میدان وردک این افتخار را کسب کردن و برگزار کردن سومین دوره، برای جوانا، برای رشد جوانا، برای تشویق جوانا یک زمینه بسیار عالی را شکوفه سازی کرد. تشکر. بخیر. تشکر زنده. خب دوستان و عزیز دل، انجنیر سید فایزی مسئول عمومی برگزاری در تورنمنت کنار از ماست. صحبت های زنده رو می داشته باشیم ان شاء الله که به خوبی و خوشی برنامه خلاص شده، ولی ببینیم چقدر خسته و مانده شده. ما که نه یک روز اینجا بودم چقدر مانده شده من عرق کردم. آقای فایزی سلام، درود. سلام بر شما. شکر. میشه بگوید با اون تو خلاصه تر که چطور بودی برنامه و یه پلان چی قسم پیش رفتی دور تورنمنتی که شما داشتین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و خدمت همکارای شما و بیننده های شما. با تشکر از شما خدمتتون عرض برسانم که اول من مسئول عمومی نمیتونم خود بگویم، همکارای ما یک مجموعه بودیم که این تورنمنت برگزار کردیم. تمامشون بسیار زحمات فراوان کشیدن، تمام اساتید ولایت میدان وردک، اساتید با تجربه، اساتید جوان، همه ایشون. این تورنمنت فوق العاده بود، با حضور 24 تیم برگزار شد و مدت 20 الی 22 روز طول کشید تا این تورنمنت خلاص شود. فوق العاده بود. تشکر. به عنوان یک فعال ورزشی پیامشون برای بیننده چی هست؟ پیام ما برای بیننده هایی هست که ورزش تشویق کنه. در کشور ما افغانستان ورزش فوتسال نهادی نشده. نمونه بارزش میتونیم اشاره بکنیم به سعودی مقتدرانه و با افتخار تیم ملی فوتسال کشور ما به جام جهانی. و در جامعه ما در کابل امروز در بین اقشار جامعه، جوانا، کسایی که طرفدار از این ورزش هستند، نهادی نشده در جامعه، اما حمایت لازم کار داره تا به سوی مسلکی شدن و حرفه‌ای شدن کار پیش بره. خب تشکر آقای فایزی، سلامت باشید. تشکر.